همه ما این حدیث رو که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن امام حسن و امام حسین سید جوانان بهش هستن رو حتما شنیدیم. این حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن، اما وهابیت که هیچ وقت تحمل شنیدن فضایل اهل بیت رو نداشته و نداره، برای اینکه یه جوری این حدیث به فراموشی سپرده بشه، حدیث جعلی شبیه به اون رو میسازه تا به خیال خودش حدیث سید جوانان به فراموشی سپرده بشه، اما غافل از این که همین حدیث جعلی موجب رسواییشون میشه. در حدیثی ما داریم حدیث صحیح که اینا سید ایشون و ابوبکر سید پیران بهشت هستن، یعنی حضرت علی هم پس در درجه پایین‌تر از ایشون میاد اگه حدیثای ماست. اما از اونجایی که دروغگو حافظه نداره، وهابی ها فراموش میکنن که رسول اکرم فرمودن که کسی پیر وارد بهش نمیشه و همه جوان وارد بهش میشن. پیرزنی فرسوده نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم آمد و عرض کرد ای رسول خدا دعا کن تا من وارد بهشت بشم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود خیر، پیرزن وارد بهشت نمیشه. اون بانوی فرسوده و کهنسال افسرده شد و به نحوی نزدیک بود گریه کنه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود مگر نمیدانید که همه جوان وارد بهشت میشوند و شما با این در واقع فرسودگی وارد بهشت نمیشید. در حدیثی ما داریم حدیث صحیح که اینا سید ایشون و ابوبکر سید پیران بهشت پیران بهشت پیران بهشت. مگر نمیدانید که همه جوان وارد بهشت میشوند مگر نمیدانید که همه جوان وارد بهشت میشوند سید پیران بهشت. حالا کسی از بنی امیه نیست که به وهابیا بگه که دروغ سیاهه میکنی، جوری سب کنید که علاقه هم باور کنن. شیوخ 11,000 دینار پول ما را میچرد و به اعتبار ما توپاله میاندازند.